بسم الله الرحمن الرحیم. حاکم اسلامی که هم حاکم است ظاهراً، هم حاکم است من الله سبحانه و تعالی به تعیین الله و به نص رسول الله صلی الله علیه و آله. نهی میکنه. 199 مردم چیزی نمیگن، میپذیرن. یه مجموعه نمیپذیرن. حضرت رو نبره. اشکال نداره. کجای دنیا در سیاست هم چیزی پیدا میکنید؟ امروز در آزادترین کشورهای جهان اینجوری که تاریخ، روایات، ببینید بحار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه داره، اینجور نیست. دنیایی که ادعای آزادی میکنه، قدری هم آزادی درش هست، بیان از امیرالمومنین یاد بگیرن، بیان امروز زانو بزنن، از امیرالمومنین اینو یاد بگیرن. البته دنیا نمیدونه امیرالمومنین اینو فرمودن، اکثر مردم دنیا خبر ندارن این چیزا رو. این وظیفه ماهاست که باید به دنیا برسونیم این مطالب را. الان در دنیا اونجاهایی که اسمش آزادی هست و یک قدری آزادی هست، تظاهرات اسمش اینه که آزاد. اگر حاکم فلان کشور از کشورهای کفر که میگن آزادی درش هست یه چیزی بگه، یه عده‌ای، یه مجموعه‌ای، حتی میلیون‌ها هم که شده، اینا بخوان تظاهرات کنن، بخوان داد بزنن که ما این حرف رو نمیخواییم، این مطلب رو قبول نداریم، نمیخواییم این مطلب پیاده بشه. 5 تا 6 تا شرط الان تو دنیای آزاد هست، اجازه نمیدن کسی همچی کاری. شرط اول، باید اینایی که میخوان تظاهرات کنن، داد بزنن، یک درخواست بنویسن که ماها میخواییم یه همچی تظاهراتی بکنیم، بدن به وزارت داخلیه. البته وزارت داخلیه امضا میکنه، میگه اشکال نداره در اون جاهایی که آزادی، اما با قید شرط. اولا باید تعیین کنن در چه مکانی میخوان تظاهرات کنن. 2، تعیین کنن در چه زمانی میخوان تظاهرات، روز، شب، صبح، عصر، چه ساعت. اگه نباشه اجازه نمیدن، تو کشورهای آزاد اجازه نمیدن. 3، تعیین کنن راجع به چه مطلبی میخوان صحبت، چی رو میخوان داد بزنن. 4، اونایی که نوشته می‌نویسن به وزارت داخلیه باید یک جهت رسمی باشه، یه جهتی باشه، یک جمعیه، یک حزب، یه جهتی که حکومت به عنوان یک جهت قبولشون داشته باشه. بعدش هم حکومت ملتزم نیست که طلب اونها را بپذیره، بلکه غالبا نمیپذیره. بیاید حرف خودتون رو بزنید، دادتون رو بزنید. با تمام این قیود و شروط اجازه میدن بیاید داد بزنید. حکومت هم گوشش بدهکار نیست. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اجازه دادن تظاهرات ضدشون بشه بدون اینکه طلبی قبلا بشه برای تظاهرات، بدون اینکه جاش تعیین شده باشه قبلا، بدون اینکه زمانش تعیین شده باشه قبلا، بدون اینکه جهت خاصی تبنی این را کرده باشه. و امیرالمؤمنین مطلبشون رو پذیرفت با اینکه نهی سابق کرده بودن. این سعادت نیست. سعادت چیه تو دنیا؟ عمده سعادت ظاهریه در دنیا اقتصاد و سیاست. عمده سعادت در اقتصاد نفی فقره، مظهر سیاست صحیح تظاهرات آزاد. شما یه دونه از کشورایی که اسمش آزادی درش هست و یه قدری آزادی هست، اما قدری که امیرالمؤمنین عملا و قولا تأسیس کردن آزادی را نیست، امروز هم نیست. تو هیچ جای کره زمین شما پیدا نمی کنید که مثل امیرالمؤمنین، مثل حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اینجور اجازه به تظاهرات بده. کجای دنیا؟ امروز هم نیست.